اولا قبل از اینکه بحثی یا گفتگویی رو شروع کنم میخوام از سارا که این لباس رو برای من امروز فرستاد، اینجا توی کامپیوتر خیلی قشنگتر دیده میشه و گفته بود که من میخوام که تو لایوات بپوشی و منم امروز که دستم رسید گفتم که اتفاقا چه جالب که امروز میخواستم لایو بذارم برای بچه ها. آره، گردنبند مژگان، اینم که احمد از روی زمین پیدا کرده، مثل مال خودم که یکی بود ولی چقدر خوشگلم هست. بعدش بلیزم که سارا ازت ممنونم، خیلی خوشگله. بعد منم هر چقدر که بازتر باشه خوشم میاد. رژ لبم، آها رژ لبم مال مژگانه، بله یادم نره. دیگه چی بگم؟ دیگه همه چی از دیگران هست، همه چی از همه هست. خب از خودم که چی نیست، خودمم، وجود خودمه. شماها منو قشنگ میپوشونید، شماها قشنگ. من که اصلا اهل رژ و اینا نبودم، که خودتون آوردید، خودتون دادید، خودتون درخواست کردید، خودتون پیرن دادید، خودتون حلقه پیدا کردید. همه اینا رو من مارکر رو، مارک پارک و اینا نمیشناسم اصلا. مارک پارک فلان اینا رو برای من یک، من یه اگه خواستید بیاید اینه براتون، چیه اینجوری کنم، بیاید از دایرکت براتون عکسشو بگیرم. من مارک پارک رو نمیشناسم، خودتون برید دنبالش. آره اتفاقا بچه ها در رابطه با شش درمانی هم شما باعث شدید یک کتابشو خیلی وقت بود که گم کرده بودم نمیدونستم کجاست، امروز پیدا کردم. این در رابطه با اورینه، آلمانیه که لبنزافت، یعنی اصلا یک چی میگن اصاره زافت، چی میگه جویس، شربت زندگی، اورین. این کتاب این نوشته، خیلی جالبه. اینم در این رابطه حالا حرف میزنم. بچه من در رابطه با شاش درمانی و اورین تراپی و اینا یک بار لایف گذاشتم، کسایی که میخوان من این لایو رو بیان از من بگیرم براشون میدم. خب حالا بیاید اول این سوال یه خانم با یه آقایی که سوال کرده، چون دوتاشون جوابشم کوتاه، اول اونا رو جواب بدم. یکی این که نوشته که یه خانمی از اصفهان میگه من از شوهرم جدا شدم، شوهر منم تهران، 10 سال جدا شدم، ولی این ترس این که این یه روزی بیاد آبروی منو ببره، این کابوس همیشه با من هست. 10 ساله، من نمیدونم دیگه اصلا بهت چی بگیم. من فقط میخوام بهت بگم خانمی که انقدر از آبرو میترسی، بذار آبروت بره. از اون چی که میترسی باهاش روبرو شو. همه ما باید آبرومون بره. آبرو یعنی چی اصلا؟ یعنی چی؟ یعنی من یه کاری کردم یکی ممکنه بگه؟ بفرما بگو. یکی از بچه ها میگفتش من میخوام نمیدم که یه سری چیزایی درباره تو دارم و فرق، گفتم اصلا لطف میکنی، عکسای لخت منو پخش میکنید، لطف میکنید، مطالب منو پخش میکنید، کار منو راحت میکنید، فایلای منو انتشار میدید، ممنونم از شما. یا به من تعلق داره کاری کردم، یا نه طرف میاد اتهام میزنه مثل من که این همه به من اتهام زدن. بذار بزنم. میدونی من چی میگم؟ میگم 10 برابرش کنید من اونم. کسی که حسابش پاکه از محاسبه چه باکه. شما باور داشته باشید به قدرت صداقت. به حقیقت باور ندارید. پس یا خطا کردی میترسی آبرو ریزی بشه، خب خطاتو باید بپذیر عزیز من. شوهرت میخواد بیاد بگه مثلا تو فلان با کی بودی، با این بودی، میخواد یه سر، اگه بودی به خودت بگو، به همه بگو، بذار آبروها یه روزی داره. ببینید این اسمارت فونم در واقع
این رسانه و سوشیال نت ها همشون قیامت هم دیگه. مگه به ما نگفتن قیامت برپا میشه و همه آبروها ریخته میشه؟ بابا شماها مسلمونید، من نه، من پس از شماها واقعا معتقدترم. خب بذارید بریزه دیگه، خودتون نامه اعمالتون رو بدید دستتون، هر کاری کردید انجام بگید، دفاع کنید. آقا من اینم، امروز یکی میگفتش که مامان من، آهان اتفاقا سارا که همین پیرنو فرستاده بود اومده بود امروز توی گروه به عنوان مهمان، گفت مامان من خیلی نمیدونم کنجکاوی میکنه، فلان میکنه، بهمان میکنه، این میخو بارزه اونو میپاره. گفتم خب بابا همشو بگو دیگه، بگو هر چی از تو میپرسه بگو بهش، بگو اینه دیگه نهایت، دیگه تا اندازه سوراخ‌گون تو میخواد بده، بگو اندازش بگیر، بگو اینه دیگه. چی میخواین؟ چی میخواین دیگه؟ چه چیزی در ما هستش که ما میخواییم ازش میترسیم؟ خانمی که 10 ساله جدا شدی هنوز میترسی؟ بذار آبروت بره، بره و تازه میفهمی که چیزی نیست. اون کسی که میخواد به تو رو نپذیره همونطور که هستی، خب نپذیره. زندگی بدون اونا ادامه داره، همیشه تکرار کنی زندگی بدون شما هم ادامه داره. من یه زمانی که اصلا از مردم هیچکی منو قبول نمیکرد، گفتم قبول نکنید، درخت ها که هستن، حیوانات که هستن، باغبونی رفتم کردم. اون زمان رفتم رو مزرعه کار کردم، مجانی هم کار میکردم، ولی همش با آهوها حرف میزدم، با آهو میمد این آخه اینجا خیلی مزارش خیلی آهو اینا زیاد، با قرقاول میومد، نمیدونم با سیب زمینی حرف میزدم، با هویج حرف میزدم. گفتم بابا اصلا این تنهایی هم برای خودش خوبه، چقدر میخواید وابسته ای با این نیستم، اون نیستم، اون نیستم، وای 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 وای، این وای وای ها رو بریزید کنار. این از این. خب حالا بعدم میام میخورم. یه پسر دیگه هم اومده میگه که من میخوام از پشت حالا یا کون حال کنم، تهران زندگی میکنم، میترسم آبرون بره. بهش میگه چی گفتم؟ گفتم برو به همه بگو من کونیم، تموم بشه. بالاترین حرفش این بود دیگه، میخواستم بهت بگن کونی، الان تو این کارو نکرده بهت میگن، برو حداقل بکن که میخوای این کارو بکنی. بذار بگم، بگو بله هستم، خوشبختم، خوشبختم از آشنایی با شما، بنده کونی شما کیری. وقتی که گفت شما من شما کونی هستی، بگو خوشبختم. به همین راحتی. وای من میخوام بگم که نیستم، چرا به من این حرف رو زد؟ به همین راحتی. امروز توی گروه ما، بچه های گروه ما همه دیگه قوی شدن، یه آقایی یا یه خانمی یا یه حیوانی یا یه هر که یه موجودی دیگه یه اکانت های فیک ساخته به هر کدوم از این بچه های گروه ما، تا دلتون بخواد دیگه چه فوشهایی دادن. شما فکر می‌کنید اول یه سری جدیدی ها بودن، میگفتن زیبا اینها چیه، وای فلان، گفتم نه عادت میکنی تو. ببین بچه ها هم الان دیگه دارن میخندن. یکی گفت آخه فوش مادر داده، گفتم مادر داده باش اصلا، بگو پدرم بده، فوش جد و آبادم بده، بگو هر وقت فوش آدم. اصلا وقتی شما نقطه ضعف به کسی ندید، اصلا هیچی، اصلا مثل یه مگسی میشه که توی بالکنتون، بالکن از هوا پرید. حالا من یکی به من فوش مادر، مادرم فوت کرده، به من فوش مادر داده که داده، ول کنی بابا این چیه؟ سر یه چیزایی که اصلا هیچ و بوچه، میخوایی شما بشینید مثلا چیز کنید، دعوا کنید، ای وای آخه. اگه من اتفاقا دیروز یه فایلی پر کردم، گفتم مگه مادر تو حالا با مادر من چه فرق میکنه؟ مادر تو با اون یکی چه فرق میکنه؟ میخوای نشون بدی غیرتی، خیلی غیرت داری، بگو من بی غیرتم، تمام. جنگ و 72 ملت سر همین چیزای چرت و پرت دیگه، چرت و پرت.
حالا من بیام طرف به مادر من، یه بار یکی از این، حالا اینا رو بگم یکم بخندی، یه بار یکی از این دوست، حالا دوست پسر من بود، خیلی بی‌تربیت بود، خیلی بی‌تربیت بود، وقتی که بعد وقتی عصبانی میشد، یعنی این شروع میکرد به دوست پسرهای دیگه من دفاع به هر کسی، بعد انقدر فوشای رکیک میداد. بعد من هرچی فکر میکرد که من الان مثلا عصبانی میشم، ناراحت میشم، بعد میگفتم خب نمیخواه، حالا یه کیر تو که تو دستت گرفتی داری عالم و عالم آدم و عالم و از کون و کس و فلان اینا میکنی دیگه همه رو، یه آنتراکتی به این کیرک بده، من فکر من ناراحت این هستم که این 24 ساعته داره کار میکنه. ای بابا جان تو فکر گردن من میام میگم آی تو به این دوست من اینو گفتی، آی دور از چون، دور از نمیتونم فلان، این حرفا رو نمیزن، برو 10 تا کیر دیگه هم بگیر بیا بکنشون همشونو. اینجوری الان بگید تمام این بچه های گروه ما ریلکس شدن دیگه، میگن زیبا ما دیگه ناراحت نمیشیم. گفتم دیدید این همون تراپی بود که ما میشدیم اوایل، شاید با یه دونه جمله یکی مریض میشد میره وای به من اینو گفتم، الان میگی بگو خودتو خالی کن بگو. شما هر چقدر مهمتر میشید، مگه اگر الان تمام این شخصیت های مهم از صبح تا شب براشون حرف میزنن در رابطه باهاش، چه خوشگله، دارم نگاه میکنم این لباس رو در رابطه باهاشون این همه حرف میزنن، پس باید بشینن مدام چیز کنن بگن که آه اینا به من اینو میگن. بابا بذارید حتی یه سری تریبونای مخصوص میذارم برای فوش، میگن برید اونجا، پلیس هم دورش جمع میشه، میگن برید فوشاتون رو بدید، آی او اینا همه تخلیه میکنه. یه همچین کارهایی رو بکنید بذارید تخلیه بشه. خب این از این، این که آقایی که میخواست که حال بکنه بعد میترسید از آبروش، برو حالتو بکن، فردا پس فردا یه زش بعد نگی که ای وای پشیمونم که من این کارو نکردم به خاطر هر... یه بار اتفاقا یه خانمی بود، حالا منم پیرن جدید پوشیدم ای دارم ادا در میارم، یه خانمی بود یه بار اومد به من گفتش که وای زیبا، من تقریبا 10-15 سال پیش به من گفت، 60 خورده سنش بود، بعد با کرم مونده بود، اومد گفت حالا توی تنهایی من که هیچ کس نمون، گفت خوش به حالت، خوش به حالت، هر کاری دوست داشتی کردی، به پش بدم نبودی، نمی مردم هر حرفی زدم، کیف دنیا رو تو کردی، من اینجا به خاطر اینکه این منو حفظ کنه اون حفظ کنه، از اینکه با یکی لاس کوچیکم بزنم یا یه کاری بکنم، از اونم من ترسیدم هیچ کاری نکرد. گفتم خب خوب موقعی رسیدی، خوب به بالای 65 سالش اینا نمیدم بود این حرف هستم. گفتم که الان باشه، البته الان هر موقعی که بخوای دیر نیست، ولی میخوام بگم که زمانه خودش رو، زندگیش رو، تمام تفریحاتش رو، همه اینا رو از دست داده بود، از دست داده که به خاطر اینکه مثلا یه چیز ظاهری رو حفظ کنه و بعدش هم اینکه از درون توهی شده بود و افسرده. من البته یه چیز بگم، من مادرش و خاله من بالای 60 خورده سالش بود، این جریان هم مال 25 سال پیش بود، خالم دیگه الان فکر کنم 70 خورده باشه، بعد گفتش من اگه 10 سال از زندگی مونده میخوام دیگه زیبا کاری رو بکنم که خودم دوست دارم. آقا بلند شد رفت توی همه یه کارهای از نوه داشت، بعد گفت بابا من خیلی ها رو بهشون جرأت دادم، گفتم بابا ببین شما هر کاری بکنی بهتون یه چیزی میگم، پس حداقل اون کاری که دوست دارید بکنید، بعدش هم بگید اونایی هم که میگم بگید که آره راست میگه، خوبه همینی که هستم 10 برابرش هستم. من باورم نمیشه کسی به کارت رو نگه داره، خب بالاخره هستن هنوز دیگه، ولی خب خوشحالم که تو باورت نمیشه، خوبه. البته امروز هم من کی بود به من یکی باشتاشم مشاوره میکنم، گفتش که من به کارتم رو نگه داشتم ولی خب
یه جوکی بچه من امروز یه ذره بی‌تربیت هم شدم ولی بزن بی‌تربیتی هم من گفت برای این حفظ برای حفظ این بکارت چه کونا که ندادم گفتم راست بگید واقعا به خاطر اینکه گفته به خاطر اینکه خواسته بود بکارت رو نگه داره ولی خوشبختانه از این مسئله هم گذشته که دیگه فقط به خاطر این که بکارت حفظ کنه طرف بره از کون ارتباط برقرار کنه اینکو بردارم موقع اذیت میشم شما رو نمیتونم متنت رو بخونم ولی خب به خاطر کلامتو بفرما اینک حالا بعدا خودم برم نگاه کنم ببینم با اینک نگاه کنم ببینم بدون اینک چجوری چه خنده ای آره اگه به من گفتی واقعا آخه این چیزه واقعا رو جنبش من باکر نیستم و واقعا امیدوارم دموده بشه اصلا این یه زمانی بگن یعنی چی خیلی خوبه خب باید با صدای کم گوش بدیم چون امروز جملات قصار زیاد میگی داره با صدای کم گوش بده اگه میخوای بابا بذار اونایی هم که میشنوه اونایی دیگه هم بشنون شما فکر کنید که مثلا فرض کنید که این حرفا یعنی خیلی اونایی که بغلتون نشستن مثلا اینا رو نشنیدن منی که تو عمرم فوش ندادم یه بار آخه دایی من گفت زیبا تو چرا تو این کتابت نوشتی مثلا من نمیتونستم کونم رو بخوام کلمه کون رو گفتم یه دونه نوشتن کلمه کون انقدر اذیتتون کرده شما که خودتون دیگه صدها کون رو کردید عملا بعد داری الان برای ما دارید این حرف رو میزنید دارید درس اخلاق میدید الان ببین اون کسی که ایوای بیکنه برو یه سر زندگیشو نگاه کن بل کنید بابا برای ما درس اخلاق کسی که میخواد درس اخلاق بده اول برید ببینید که سعید توسی نیست بعدا اون معلم قرآن در میاد خیلی جالبه خب همه از زیبا آره بچه ها چیزه جامعه ما سنتی تفکراتش هم سنتی ها بابا الان دیگه خیلی تغییر کرد خیلی من این دختری که با من مشاوره داشت دیروز چیز بود افغان بود ولی متولد تو ایران بزرگ شده بود و تو ایران زندگی میکرد به هر حال 5 سال به خاطر بکارت عذاب کشیدم کاش قبل آره دیگه خیلی کسا اینا اینجوری بودن خیلی کسا اینجوری بودن ولی خب اینا آگاهی دیگه البته من خودم اون زمان که هیچ و یادم چند سال پیش الان 59 سالمه اصلا اون موقع اصلا میگفتم بکارت مسخره به نظرم میرسید حالا با وجودی که خیلی با از شماها سنم مثلا خب نسل خیلی قبلتر بودیم الان بچه ها الان دیگه مثلا دوست دختر دوست پسری و نمیدونم ازدواج سفید و طلاق و خیلی چیزا تغییر کرده ولی میخوام بگم من اون زمان با این مسئله اصلا برام مسخره میمد خب بیا بریم ببینیم که الان سوالای شما چی بوده البته من یه سری چیزای دیگه هم نوشتم اگر سوالی نداشتید میخوام اینا رو جواب بدم در رابطه با یه موضوعی که براتون گردنبند تو ایران خیلی گرونه این بابا اینا خیلی ارزونن چی میگی من چیز گرون ندارم یه بار یه پسر اومده بود اینجا گفت من میبینی تمام سر تو نمیدونم 300 یورو لباسام فلان گفتم مثل که تنها چیز خیلی گرون تو خونه من تو یا من چیز گرون تو خونه ندارم سوالاتتون رفت بالا بچه اگه سوالاتی رو زیبا جا من یه سوال اتفاقی حالا تو شرایطی قرار گرفتیم که سکس 2 نفره بود یه نفره شد و به همون بهمون برخورد چیکار کن چی؟ برخورد یعنی بهتون مواجه شدید یادم میتونید چی رو دادم با این؟ اگر یه دفعه 2 نفره بود یه و 3 نفره شد یاد اون چیز گیلانی افتادم که از اون بالا خوابیدید یه دفعه زلزله شده یکی عمه میفته نمیدونم روی زلزله میشه از اون طبقه بالا روی فلان اینا یهو 3 نفره شد یعنی چی؟ یه دفعه اومده خب دوست داشتید این کارو میکنید دیگه یهو من نفهمیدم سوالتو ولی خب سوالت باعث شد یکم بخندم به خاطر اینکه یاد اون چیز خنده‌دار گیلانی افتادم
زیبا از زندگی راضی هستی؟ هر روز بیشتر از روزه، هر روز بهتر از روز قبل. برای اینکه وقتی شما اون چیزی که دوست داری انجام میدی، حالا مثلا شده کلفتی باشه، من این هفته رفتم، هفته پیش شنبه بود دیگه، به فوزیه گفته بودم، دختر خوندم، گفته بودم این کموداتو بیا من تمیز کنم، کمودای آشپزخونتو. بعد این گفت نه فلان اینو، گفتم بذار ببین، بیا من تمیز کنم، دلم می‌خواست که یه سری چیزا رو بریزه ازش جدا بشه. بهش گفتم که 20 یورو هم بهت میدم. حالا رفتم، انقدر بچه‌ها تو گروه میخندیدم، هم رفتم کلفتی کردم این آشپز، اصلا از شب از خوش ذوق و شوق نمیخوابیدم که میخوام کمودای اینو باز کنم، هیچی، هم رفتیم کلفتی کردیم، هم کلی شستشو هم فلان و بهمان، هم 20 یورو دادم، کلی هم کیف کردم. میخوام که کاری که دوست داری رو بکن دیگه، وقتی کاری که دوست داری میکنی لذت هم میبری. حالا شده آشغال جمع کردن باشه، سکس کردن باشه، کتاب خوندن باشه، نمیدونم فرض کن که ظرف شستن باشه، اگر هر کاری رو با لذت و عشق انجام بدی همیشه شاداب میمونی و لذت میبری و راضی هستی. ولی حالا میخوای بری عروسی، حالا به خاطر اینکه ای وای آخه فلانه، نمیدونم اگه نرم اینو میگن، اگه نرم، حالا میری عروسی ها، ولی زجره، برای اینکه نمیخوای. مثلا بهترین غذا گذاشتن، ای وای آخه مادر شوهرم درست کرده، اگه نخورم ناراحت میشه فلان، حالا دوست نداری بخوری، خودت میخوری، بهترین غذاست، ولی برات کوفته میشه. چرا؟ چون داری خودتو وادار میکنی به یه سری چیزا. دوباره اون سوال یه هایی اومد. خب بچه ها، من فینگلیشی ها رو حوصله ندارم بخونم. شما شغلتون چی؟ اگه با منه، شغل من که اینجا کلا ایران که پزشکی خوندم، ولی خب هیچ وقت پزشکی کار نکردم، چون کارهای تحقیق، و وقتی که تزم رو نوشتم مدرکم رو گرفتم و ول کردم، گفتم میخواستم فقط به پدرم بگم که بیا این دکتر، میخواستی دخترت دکتر بشه، برو دخترت دکتر شد. بعدش دانشنامم رو دادم و نمیدونم تزم رو دادم و مدرکم رو دادم، گفتم قاب کن بذار، ولی کارهای تحقیقاتی دوست داشتم انجام بدم. بعدش هم که اومدم آلمان و توی مدتی که من تحصیلم میکردم کارهای روان درمانی انجام میدادم، تحقیقاتی، کارهای تحقیقاتی بود همش. اینجا اومدم یه مدت که رو خودم کارهای تحقیقاتی میکردم، رو خودم روان درمانی خودم بود. بعدش هم که چندین سالی که به عنوان مشاور کار میکنم. مدرک دکترای چی داری؟ من مدرک دکترای پزشک عمومی دارم، ولی خب در واقع الان پزشک عمومی، دو تا سوال از پزشک عمومی هم بپرسید چون آپدیت نیستم، اصلا بلد نیستم، یادم رفته، ولی مدرکشو دارم دیگه. زیبا، از شما خیلی چیزا یاد گرفتم، ممنونم، خب خوشحالم. احمد شوهرتونه؟ من اصلا شوهر ندارم. از کلن دیدگاه های منو که بخونید، اصلا من اعتقاد به عشق آزاد و روابط آزاد دارم، ازدواج دیگر هرگزم تو زندگی من بوده و هیچ کسی هم دلم نمیخواد من با مال کسی باشم، کسی هم مال من باشه، شوهر من باشه، من زنش باشم یا فلان. احمد یک دوست خیلی خوبیه که 7 سال با هم دوستیم، ولی خب انقدر رابطمون صمیمانه است، و البته من همیشه نیستم که، هفته یه بار میرم پیشش چون کارم زیاده، ولی یه موقعی هم برنامه پیش اومد زودتر، من وسط بستگی داره به کلید خونه‌شو دارم، ولی خب همیشه نمیتونم برم چون موقع غذا زیاد درست میکنه، یه با چی بیارم هی پذیر، یه دوست داره همش یه کارای، میگم من زیاد بیام، من به اندازه کافی که چربی دارم بیام اونجا، تو که خود دو ترک هستی، منم شبیه دو زنای ترکی میکنی، میگه نه زیبا تو همیشه خوشگلی، تو همیشه خوبی، نه فلان فلان، هی باید بخورم، اونم نمیخوام بخورم، ولی خب واقعا احمد خیلی دوست خیلی خوبیه. زیبا جان، افسردگی تو ایران خیلی زیاد شده. افسردگی اصلا، ببینید من یه لایف در مورد افسردگی دارم،
و خیلی کسا هم الان از اون موقع که با من ارتباط برقرار کردن هم قرصاشون رو گذاشتن کنار، هم افسردگیشون خوب شده. شما هم بیایید، من یه لایوی دارم در رابطه با افسردگی گذاشتم، یه کلیپی پر کردم و اصلا بهتون بگم که این افسردگی اصلا این بساطه برای جامعه ماها، که اینا که این الان همه میرن دکتر افسردگی فلان فلان داروها سیکل معیوب، ریشه شو که پیدا نمی کنن که بیان طرف رو میان میگن تا تو میری میگه فلان خانم بیا دوتا این رو بگیر شب اینجوری بخور فلان کن، بعدش هم میشی دکتر مشتری همیشگیشون، درآمد اونا هم که پر میشه و بعدش هم که شما میشید یه افسرده تر از روز قبل. نمونهش دیگه منو میدونین چقدر دارو دادم، من خودم یکی از مخالفین این سیستم پزشکی هستم، خودم هم پزشک بودم، یکی از مخالفین این سیستم پزشکی هم هستم. من مشکلم با پسر 7 سالمون هست. خب این مشکلا رو شما بیایید مطرح کنید. مثلا فرض کن الان یکی از دوستامون اومد در رابطه با دخترش مطرح کرد دیروز که گفت من میخوام آموزش دخترم 6 سالشه، مثلا میخواد من مسائل جنسی رو چجوری به این آموزش بدم. خیلی مسائل جالبی رو، سوالای جالبی رو مطرح کرد. بعد گفت مثلا من میرم الان یه مدت فیلم نگاه میکنم تا مثلا فیلمایی که تو ماهواره اینا هست، یکی میخوادم دیگه یه زن و شوهری مثلا یا یه زن و مرد میخوانم دیگه رو ببوسن، دخترم نمیذاره. به هر حال این صحبت ها شد و اینا مسائل آموزشی در رابطه با بچه ها ما صحبت کردیم و من اینو یه بخشش رو همه رو که من نمیذارم تو اینستاگرام، اصل بحثامون توی گروه هست. ولی خب شما اگه بخواییم به طور ویژه در مورد پسرت میتونی بیا یک موضوعش رو مطرح بکنی و من سوالای مشخص بکنم و ببینم که چه کارهایی میشه انجام داد. من در رابطه با بچه ها خیلی کار کردم، خیلی، و واقعا خیلی تجربه خوبی در رابطه با بچه ها دارم. دوتا هم بچه بزرگ کردم دیگه، خودم دوتا بچه خوشگل. مرجان شیر محمدی دخترتونه؟ مرجان شیر محمدی شیر نه، من یه اولا که خودم هیچ وقت بچه دار نشدم. سارا یا فاطمه شیر محمدی اسمش عوض کرده گذاشته سارا چندین ساله و اون دختر خوانده منه که دختر جمال شیر محمدی تهیه کننده سریاله تهیه کننده فیلمه. در مورد پیش فعالی کودکان توضیح بدید. در این رابطه اینجوری نمیتونم توضیح بدم. موردی که بچه مشخص موردی بیای مطرح میکنی، میگی چه کاری میکنه، چه جوریه، بعد اصلا قبل از اینکه بهش مارک بزنیم این اینه، پیش فعاله، این نمیدونم تأخیریه، این فلانه، ببینیم که چه مشکلی رو داره و اگر ارگانیک نباشه، یعنی بدنش مسئله به مسئله ژنتیکی و بدنش و مشکلات بدنش برنگرده، من میتونم بهش راه‌حل‌های تیپ هایی بدم یا راهنمودهایی بدم که شما در رابطه با بچهتون چه برخوردهایی بکنید که این بچه مشکلش رفع بشه. موردی باید صحبت. روان پزشکا فقط دارو تجویز میکنم. آره دیگه، من خودم توی این برنامه روان پزشکا برای این که ببینید شما اگر بیاد مثلا فرض کنید که یک زنی شوهر داره عاشق یه پسر دیگه شده، میره به یه روان پزشک میگه، روان پزشکی میبینه که ای وای چی بگم به این، باید در کارم رو حفظ کنم، شغلم رو حفظ کنم، خانم شما بیا این دارو رو بخور، اینا ذهن دیگه زن عوض شه. و من میدونم دیگه، من تو اینا بودم. زیبا چون من معتاد لباس خریدن هستم، دوست دارم لباس یک بار، برای همین به چیز خیلی هم میبخشم ولی این عادت هم خسته شده. به این میگن شاپینگ ادیکشن یا حالا اعتیاد به شاپینگ. اینو اتفاقا من خیلی موارد این چنینی زیاد دارم و اتفاقا یه دختری هم اومده بود از انگلیس با همین مسئله پیش من
که منم بهش گفته بودم به جای حق مشاوره، چون انقدر پول لباس های گرون گرون خریده بود، پولاش هم کلی هم بدهی پی من یه بار میپوشید بعد دیگه اعتیاده دیگه، اعتیاده. خب در این رابطه هم ببینید این اعتیاد اصلا ریشه اعتیاد ها رو باید پیدا بکنیم، و اینکه اعتیاد شما با اعتیاد میاید یک مشکل دیگتون رو رفع میکنید، میاد اونو ساپرس میکنید، اون مسئلهی که توی وجودتون هست اونو نمیتونی، بعد میای اون فشار روحی رو چیکار کنی؟ خب میری این فشار روحی رو مثلا با خرید انجام میدی، در حالی که اصلا نیاز نداری، بعدم میای میبخشی. اولا اینکه اونا رو نبخش، بذار الان بهت بگم حداقل اونا رو بفروش، یا بهت بگم چه جوری چیکارا بکنه. در مورد این شاپینگ ادیکشن یا حالا این اعتیاد چی شاپینگ، بیا به طور مشخص اصلا اینا خودشون تمن، تم خیلی مهمیه، باید من تو رو ببینم که چه چیزایی چه مشکلاتی داری، و بعد در رابطه با این مسئله چرا متوسل به همچین اعتیادی میشی. تلگرام فیلتره، خب دیگه فیلترم باشه دیگه، بچه هایی که الان اومدن یه فیلتر شکن، الان دیگه همه فیلتر شکن میذارن و میان. واقعا حیف که شما اونجا کاش رو ول کنید. ما کلمه یک اتفاق، آه خوب شد اینا رو گفتید، من توی فاصله بچه ها بیایم این سوالا رو ول کنیم. کاش رو گفتی یکی از مسائلی که من میخوام بگم. اگه موافق باشید من یک بحث چند تا سوالا رو نگاه میکنم پایین، بعد میام این بحثه که من چند وقت پیش توی لایو هم مطرح کرده بودم، هی تو ذهنم بود که اینو بگم. خب میریم جلو در رابطه با این بحثی که من میخواستم در مورد تیترش هم این بود که در لحظه زندگی کردن و چجوری ما در لحظه زندگی میتونیم بکنیم و با این مسئله لذت زندگی خودمون رو میبریم بالا. و اینم اتفاقا برمیگرده، این خوب شد که این خانمه گفت، کاش من یاد این افتادم. و این اگر شما یاد بگیرید با همین تکنیک هایی که امروز به شما میدم، یاد بگیرید همینو انجام بدید، چند تاشو از امروز بگید من از این 10 تا مورد یا 7-8 تا موردی که زیبا میگه من 2 تاشو سعی میکنم انجام بدم، بعد ببینید چقدر تو سیستم زندگیتون تاثیر میذاره. چون در لحظه زندگی کردن واقعا شادابی شما رو خیلی خیلی بالا میبره. حالا چیه؟ من اینا رو دیگه نمیام توی چیز چی میگن بیام پیاماتون رو ببینم که این نکات رو بهتون بگم. یکی از نکاتی که مثلا شاید خیلی جملات خیلی ساده ای باشه، خیلی ساده باشه، یکی مثلا به شما میگه که خوشگل شدی امروز، مثلا چقدر خوشگل شدی امروز. معمولا بچه ها خیلی کسا هستن برمیگردم میگن خوشگل بودم. ببینید شما نگاه کنید با همین جمله‌ای که گفتید، یک نفری که اینجوری میگه کلی تفکر خودش رو نشون میده، یعنی در واقع نشون میده میگه بخواد بگه که من خوشگل بودم، اون کسی که الانو داره میگه، حال شما رو میگه و داره میگه که چقدر الان خوشگل هستی، چقدر به نظر قشنگ میاد، شما میزنید اینو و همین لحظه رو میشکنید میبرید توی گذشته. خوشگل بودم یعنی میزنه تو ذوق طرف، میزنه تو ذوق و انرژی منفی رو به سمت خودتون به سمت خودتون جذب میکنه. شاید بگید با همین جمله، بله با همین جمله، من واقعا با یه همچین جمله ممکنه اصلا به یه کسی بگم برو برو، خیلی ممکن که نیست، حتما گفتم ببین ول کن دیگه، اصلا برو برو، اصلا تو کسی نیستی که باید اصلا به تو حرفای قشنگ زد. ببینید این یک نمونه خیلی ساده هست از اینکه شما در لحظه زندگی میکنید و قدر لحظه رو میدونید. یه نکته دیگه، ببینید همین نکته ها رو داشته باشید. 2، یه دفعه میایید مثلا، ببینید خیلی خیلی ساده است ولی سعی کنید اینا رو انجام بدید. مثلا میایید میگی که
چه خوب میشد من همین الان مثلا دو تا گوجه داشتم، یا مثلا برم میزدم به این مثلا تخم مرغه مثلا یه املت درست میکردم. یه دفعه میبینی که یه دوستت داشت میامد مثلا یک کیلو گوجه خریدی، میگی وای. بعد یه دفعه میگی گوجه آخه آرزو کردی دیگه، اونم تو دستش برای تو گوجه. خیلی چی میگم تقریبا 99% اصلا 999 نفر در 1000 نفر این حرف رو میزنن. یه نفر اگر اون شعورش رو داشته باشه اینو نمیگه، میگه کاش یه آرزوی دیگه میکردم. شما ببینید به اون هستی شعورمند یعنی قدردان نبودید که همون لحظه ای که آرزو کردید دو تا گوجه، چون در هستی دو تا گوجه با یه دونه مثلا فرض کن جواهر و گردن بند و فلان و اینا که در این هستی ارزش گذاری رو انسان ها کردن، وگرنه در هستی همه چی ارزش داره. یه سنگ ریزه همونقدر ارزش داره که یه سنگ ریزه مثلا فرض کن الماس ارزش داره. هر کدوم در تمام ذراتی که در جهان هست ارزشمندن. پس شما یه دفعه میگه گوجه رو کاش یه آرزوی دیگه میکردم، این باعث میشه ناخودآگاه شما که اون هستی شعورمنده بگه این آدم قدر لحظه رو نمیدونه که همین الان این آرزو رو شاکر باشه و برگرده بگه به آفر به به چقدر خوب شد. بعد اون گوجه خوشحال میشه، خودت خوشحال میشی، اون طرف خوشحال میشه. حالا تو فکر کن با یه جمله ای که کاش یه آرزوی دیگه ای میکردم، هم اون گوجه رو اون گوجه رم که بخوای بپزی میگه منو که قد میخواستی کاش یه آرزوی دیگه میکردی، من چرا بهت مزه خوب بدم، جان خوب بدم. شاید این حرفای من اصلا برای یه سری براشون مسخره باشه، ولی از این 200 خورده این نفر که دارن گوش میدن یه نفر این حرف منو بفهمه برای من ارزش کافیه. پس نگید هیچ وقت که کاش آرزوی دیگه ای میکردم، همون آرزوت برآورده شد بگو به به من همین الان یه لیوان آب میخواستم، تو به من یه لیوان آب دادی. لیوان آب گفتید، یه لیوان آب میخواستم. خب من خیلی آبو دوست دارم. خب اینم تکنیک دوم، تیپ دوم، راهنمود دوم. یادتون باشه هیچ وقت وقتی یک آرزوتون حتی در حد یه چیز خیلی خیلی کوچیک نشمرید، لحظه رو قدردان بدونید. و من یه استوری دارم که بهترین اتفاق همون اتفاقیه که در اون لحظه برای شما میفته و شما باهاش هماهنگ میشی. آرزو کردی همون لحظه برآورده شده، پس شما با هستی همراه شدید. پس اون لحظه خیلی لحظه بزرگیه برای شما و این لحظات رو بیشتر کنید. حالا میاییم راهنمود سوم در رابطه با لحظه زندگی کردن. خیلی خوشحالم از اینکه این لایو ها یه دونه پوست برای خودم بفرستم که اصلا یادم اومد اینو، خیلی جالب بود. جالبه این اینو خیلی وقت بود میخواستم اینا رو بگم. اینا راهنمودهای بسیار بالا، یعنی در واقع حاصل سالها اون روان درمانی های خودم رو دارم در چند تا راهنمود این چنینی به شما هدیه میکنم. حالا سومی، کلمه کاش و کاشکی رو استفاده نکن. یکی میگه که کاش اینجا بودی. من هیچ وقت نمیگم که، من میگم همیشه در جایی که الان هستم اونجا جای منه. کاش اینجا بودی گفتم اون جایی، اون موقع هم که بخوام پیش شما بیام در موقعیت خودش خواهم اومد. در جای اگر ما میخواییم یه چیزی رو اتفاق بیفته، خب بسازیم زمینه هاشو، بسازیم اونو. کاشو مثلا با کلمه کاش بشناسیم و خودمون رو ببریم تو مسیر و اون موقع یه دفعه میگیم من کاشها رو به کاشتنها تبدیل میکنم. یه استوری دارم که کلمه کاش و کاشکی رو به کار نبرید، ما کاشها رو
به کاشتنها تبدیل میکنیم. خب چطور میتونم زیبا رو پیش خودم داشته باشم؟ تو ایران باشه؟ خب براش یه قدم برمیدارم. میخوای این کارو بکنی؟ بیا تو دایرکت الان بهت بگن تو هم به سهم خودت یک قدم این زیبا رو کاشتن این رو ایجاد بکن که زیبا یک روز زودتر بیاد به خاطر قدمی که تو برمیداری. این از این. خب یه موردی هم مثلا فرض کن من مثلا این اصطلاحات رو مثلا میگم جای تو خالی بود فلان بود و فلان، اینا هیچ وقت برای من نیست، برای اینکه همیشه میگم من با کسانی که هستم، با روابطی که هستم، با این شرایطی که هستم، این واقعیت منه. الان باید من این رو قدردانش باشم و این رو به یک مرحله بالاتر برسونم. خب من مسئله چهار رو رهنمود چهار، هر اتفاقی که به نظر شما بد میاد. امروز خیلی بامزه است، رفته بودم که این دوستمو که امیر رو که از فرودگاه بیاریم، نمیدونم یه دفعه تو تاکسی گرفته بود دیگه، خب اون تاکسی گرفته بود، من که تاکسی نمیگیرم، ولی خب تو تاکسی نشسته من بهش گفتم، ولی یه دفعه گزی با دهنم یه شکلاتی داری، اون همین حالا کار ندارم یه شکلات رو بادم بدم، گفتن این خوشمزه نیست، گفتم ببین این چقدر اینا خیلی بدون تداشتم تعریف کم اومدم بذارم تو در خودم. آقا چی شد؟ یه دفعه دیدم تا یه چیزی اومد تو دهنم، تو دستم، تو دهنم، میرفت بودم نگاه کردم دندونم خیلی قشنگ اون لحظه، همیشه این دندون خیلی برای من جالبه، این دندون عقایی هم میگم، دندونم رو اینجوری خشنگ گرفتم، گفتم دندون جون البته دیگه این داستان رو توی تاکسی براش چیز نکرم، قشنگ پیچیدم، گفتم خب اب نداره، تو هم با یه پیامی برای من داری، اشکال نداره. بگم آی اوی آه او. شما با تمام اتفاقایی که به نظر شما حتی ممکنه بد باشه، نمیدونم احساس بکنید که ای وای خرجی برای شما ممکنه، باید نامه های بد ممکنه، یه دفعه مثلا یکی بیاد نمه از همه از دادگاهی فلان، همه اتفاقایی که ممکنه برای شما بد باشه در اون لحظه ها فقط چند لحظه، ببینید من دارم دارم سه ثانیه، هر اتفاق بدی که به نظر شما یعنی بده میفته، فقط سه ثانیه تمرین کنید عکس العمل نشون ندید، سکوت. یه خبر مثلا عموی فلانی مثلا میشنویم که عمو مرد، یا مثلا فلانش قبل از اینکه این آبگی سه ثانیه صبر کن، سه ثانیه در هر اتفاق بدی که به نظرتون، یعنی اتفاقی که به نظرتون بد هست میفته، بچه میفته زمین، سه ثانیه صبر کن، بعد برو برش دار، بعد آخون آلهات هم میخوایی بکنی بکن، ولی اون سه ثانیه اول نکن، اون لحظه رو، لحظه در آن زندگی، شما اگر این رو بتونید انجامش بدید وحشتناک زندگیتون تغییر میکنه، اصلا یه دفعه میگید وای چقدر من الان دارم خوشبختی رو حس میکنم، من اینی که دارم به شما، یعنی این رو فقط تو ذهنتون حتی باشه که بگید، نمیدونم فرض کنید این خبره های بعدی که میشنوید و این عکس رو من نشون بده، نگران این نباشید. خیلی ها به من میگفتن ازیبا من مثلا گفتم شوهرم فلانجا بیمارستانه هیچ عکس العمل نشون ندادی، نمیدونم خیلی ها ممکنه داوریه بعد در مورد شما بکنم، به اونا فکر نکنید، این یادتون باشه. خب این مورد چهارم، این سه ثانیه را اگه خیلی سخت انجام دادنش، خیلی سخته میدونم خیلی کسا، ولی تلاش بکنید. رهنمود پنجم، حتی از امروز تصمیم بگیرید تا
موقعی که حتی یک ریال یا یک تک تومانی تو جیبتون پول هست، تو کیفتون پول هست، تو خونتون پول هست، نگید ندارم. کلمه ندارم رو من همیشه به من میگودن زیبا جیب میگودن من تو یه سنت هم داشته باشم همیشه میگم پول دارم. برای این که یه سنت هم پوله دیگه. شما کلمه ندارم ندارم ها رو از زندگیتون بردارید. اون لحظه ای که در حال هستید و حتی پولتون خیلی کمه، برای یه چیز بگید انقدر ندارم، ولی نگید پول ندارم. تکنیک خیلی بگید من انقدر ندارم. چون اون انقدر مثلا 10 میلیون الان تو میخوای ندارم، در کائنات در هستی اینو خیلی بزرگ نیستن. میلیارد ها هم در هستی اصلا ارزش نداره. شما همینو میگی من الان انقدر ندارم، ولی اون یک سنت رو میگی که وقتی دارم رو میگی پول دارم، ولی مثلا 1 ریال پول دارم اینجوری میگید. این هستی با شما همراه میشه در لحظه زندگی کردن. این چاکراها رو، این اصلا یک بار یکی اومده و سخنرانی کرد و میگفتش اگر کسی اینها رو بفهمه و عملیش کنه خوشبختیش رو توی زندگیش حس میکنه. خب سعی نکنید که با ندارم ندارم ها ترحم رو جلب کنید، یا مثلا این ندارم فلان. کلمه ندارم رو سعی کنید در همه زمینه ها حذف کنید. راهنموده شیشم، برای آینده در آینده تصمیم بگیریم. که چند روز پیش یکی از بچه ها گفت زیبا من خیلی ویس قشنگی رو به من فرستاد، گفت من با این راهنموده اینقدر زندگیم تغییر کرده. میخوام بگم مثلا اگر مثلا این اتفاق بیفته ما چی کار کنیم؟ میگم من هنوز که این اگر رو بگی اتفاق بیفته و بعد در هنوز آینده که نشده، بذار بیفته بعد تصمیم میگیریم. پس برای آینده تصمیم نگیرید، به آینده فکر کنید. برای آینده شما میتونید فکر کنید، برنامه ریزی کنید. برای اتفاقایی که نیفتاده هنوز شما تصمیم براشو بذارید به موقعی که داره میفته. خب اینم یه راهنموده دیگه. آها، از آنچه که هستید اینم بهتون بگم و آخرش دیگه داره تموم میشه. از آنچه که هستید، چاقید، مریضید، نمیدونم قد کوتاهی، فلجی یه قسمت، نمیدونم هر چیزی که به نظر شما ممکنه نقص باشه، شرم نداشته باشید. یکی میگه زیبا این پیر زن فلان، میگم اصلا من این پیریمم دوست دارم، مرحله قشنگی از زندگی. یکی میگه مریض، الان که در مورد گیزیم الان قبل از این لایف با گیزیم صحبت میکردم که دوتا سینه هاشو بریدن و نمیدونم اینقدر ما گفتیم خندیدیم و اینا، اتفاقیه که افتاده و تو اتفاقا چقدر هم بچه هم گفتم کسیم همه میگن تو خوشگلتر شدی، هم شیمی درمانی شده بود بچه هم بودم وای چقدر خوشگل شده، چقدر خوش کچل شده، خوشگلتر شده. اصلا اومدم بگم که بابا گوزی با سرطان خیلی به من چیز شده ها، سرطان سینه خیلی به من چی میگن ساخته و اینقدر خوشگلم کرده. سینه ندارم، دست ندارم، مریضی دارم، پول ندارم، چاقم، شکمم گنده است. آقا بودی که وار و خودم رو دوست دارم با همینی که حداقل ببین اگر هم مثلا فرض کن خودم خیلی خوشم نمیاد ولی شرم نداشته باشم. من اینم خواستگاری من نیایید. چرا میخواید حتی برای این مسئله توضیح بدید یا مثلا بگید که ای وای من الان مثلا اینجوری بکنم برم 100 تا برنامه فلان انجام بدم که مثلا مدل بشم؟ آقا مدل ها مال شما، ما جزو اون درجه های پایین. خب به هر حال از آنچه که هستید، در حالی که هستید، وقتی که بگید من شرم ندارم،
ایران که بودم بی خانمان بودم دیگه، میگفتم بابا اینا هم به من تعلق داره، اینا هم یه مرحله از زندگی می قرار نیستش که زندگی من با همین پستی و بلندی هاش با تمام این مراحلش قشنگه. واقعا لایو قشنگی بود، لایو خوبی بود، خودم خوشم اومد، به خصوص با این 20 دقیقه آخرش که یادم اومد این نکات خیلی برام جالبه. چرا ایران بودی بی خانمان بودی، اما رو بیایید اینجا براتون توی چیز کانالای چیز کانال زندگی نامه تلگرام همش هست. خب بچه بای بای بگیم دیگه، خوب بود و لباس ها رو پوشیدم و اومدم یه لایو و نمیدونم علکی پلکی دیگه همه چی جور شد. تا بعد عزیزم، مرسی.